سوره نساء جزء 5 آیه 102 تا 105. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. و چون وقت خوف در میان آنها باشی و برای آنها نماز برپا کردی، باید دسته ای از آنها با تو به نماز بایستند و باید سلاح‌هایشان را با خود برگیرند. و چون سجده کردند و نماز را تمام نمودند، باید دسته دوم پشت سرتان باشند و باید آن دسته ای که نماز نخوانده اند بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها احتیاط کنند و سلاح‌هایشان را در نماز با خود بگیرند، زیرا کافران آرزو دارند که شما از سلاح‌ها و متاع‌های خود غافل شوید، پس یک بار بر شما یورش برند. و اگر برای شما از باران رنجی بود و بیمار بودید، بر شما گناهی نیست و مانعی ندارد که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید، ولی وسایل دفاعی و احتیاط خود را برگیرید. همانا خداوند برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده است. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پس چون نماز را به پایان رساندید، خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خیش خوابیده یاد کنید و هرگاه آرامش یافتید و خوف زایل شد، نماز را تمام و کامل برپا دارید که همانا نماز در اوقات معینی بر مؤمنان واجب شده است. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. و در تعقیب دشمن سست نشوید. اگر شما رنج میبرید، آنها نیز مانند شما رنج میکشند، ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند و خداوند دانای حکیم است.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقينا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم داوری کنی و مدافع خائنان مباش.